باشید که امروز میخوایم دوباره با هم کلی چیزای جدید یاد بگیریم، با سوادتر بشیم و بتونیم که توی این دنیا مفید باشیم. آمین. خب اسمای قشنگتون اول بخونیم سریع، بعد بریم سراغ درسمون. دفتر حضور و غیاب میخونم اسماتونو یک به یک بدید جواب. خب جناب آقای باراد بنیامین حسام، بله خیلی ممنون از هر سه پسر گل. امیررضا محمد مهدی متین، خب متین جان نیست، مرسی از امیررضا محمد مهدی. محمد علی، روحام، امیر حسین، ممنونم از هر سه پسر گلم. کیان، کیان بردیا، بله ممنونم از هر سه پسر گل. علی، ایلیا، سامی، ممنونم از هر سه پسر گلم. روزبه، امیر محمد، رادی، ممنونم از هر سه، آفرین پسرای خوبم. آرمان، محمد، تاها، صدرا، آقا صدرا نیستن، ممنون از آرمان و محمد تاهای عزیز، محمد و راستین، ممنونم از محمد و راستین عزیزم. خب بچه ها فقط صدرا واحدی نیست و متین دیودلی. صدرا واحدی، متین دیودلی. ها متین جان مرسی. صدرا واحدی نیستن. من چشامو میبندم، باز کردم دیگه دستا بالا نشه ها. تا سبین شمارم، یک دو سه. آفرین، باریکلا. خب یه لحظه دوستتون رو بچه ها بیرون کنیم که بتونه بیاد تو کلاس. خیلی خوب بچه ها، امروز ما قراره که طبق روزای یک شنبه و سه شنبه که ورزش با شما هاست و میدونیم که یک شنبه ها و سه شنبه ها با همدیگه نشانه جدید یاد میگیریم، درسته بچه ها؟ این نشانه جدیدمون امروز خیلی شکل جالبی داره. موش موشی خوشگلمون بیاد به من کمک بکنه شعر این نشانه قشنگمونو بخونه، این نشانه رو معرفی بکنه به شما. بعد بچه ها، یکی از دوستاتون که امروز نماینده شده امروز براتون برنامه های جالبی داره، باشه؟ خب آماده اید با این نشانه جدیدمون آشنا بشید؟ بله. خب اول موش موشی قشنگم بیاد سلام بده به شما، به سرای گلم، چون مثل شما با ادبه، میدونه که وقتی جایی وارد میشه باید اول سلام بکنه. بله بله، سلام به پسرهای گل کلاس یک سه، کلاس خانم خان محمدی، صبح زیباتون بخیر باشه. بچه ها جونم، این نشانه جدیدمون خیلی شکل قشنگی داره، آماده باشه تا با هم دیگه آشنا بشیم باهاش. بریم، یک دو سه. بچه ها ببینید شکلشو، الان اسمش هم بهتون میگم، صداش هم بهتون میگم. بله بله. خب ژ ژ ژ اومد. کدوم ژ؟ ژ تنها اومد، ژ تنها اومد. این نشانمونم یه شکل داره بچه ها. بله ژ ژ ژ اومد. کدوم ژ؟ همون که توی کلمات اول اونها میاد،
وسط اونها میاد، آخر اونها میاد. ژ ژ ژ اومد. کدومی؟ ژ تنها اومد، ژ تنها اومد، ژ ژ ژ اومد. کدوم ژ؟ همون که توی کلمات. بچه وقتی تنهایی یعنی چی؟ یعنی همه جا میاد، هم اول، هم وسط، هم آخر. بله، یه شکل را یعنی اول وسط آخر میاد، اول وسط آخر میاد. بله، همون که توی کلمات، اول اونها میاد، وسط اونها میاد، آخر اونها میاد. کدوم کدوم کلمات؟ مثل کلمه ژاله. اولش ژ داشت. بله، مثل کلمه مژده. وسطش ژ داشت. بله، مثل کلمه شوفاژ. آخرش ژ داشت. خوش اومد، آی خوش اومد، نشانه ژ خوش اومد، خوش اومد، آی خوش اومد، نشانه ژ خوش اومد. بله، خیلی ممنونم موش میشی که اینقدر خوب با ما شعر رو خوندی. خوش میکنم بچه ها جون، خوش به حالتون که هر روز دارید با سوادتر میشید. خب بچه ها، امروز با این نشانه قشنگ میتونید یه عالمه کلمه های جدید یاد بگیرید. خب من دیگه برم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بست علی یارتون، خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ موش موشی. مرسی. خب بچه ها یه بار دیگه این نشانمون. بچه ها اسم ژ، صداش ژ، صداش ژ. بچه ها ببینید، دندونامون رو به هم نزدیک می کنید، نفسمون رو از لای دندون ها می دیم بیرون. با من بگید ژ. ج نیست بچه ها، ج نیست، ج فرق میکنه. صدای این بچه ها ژ هست. همه بگن ژ ژ ژ. درسته؟ آفرین بچه ها. نشانه ژ یه شکل بیشتر نداره. وقتی هم که یه شکل داره یعنی چی؟ یعنی اول میاد، مثل کلمه چی؟ آفرین، ژاله. وسط میاد، مثل کلمه مژده. آخر میاد، مثل کلمه شوفاژ. شوفاژ. درسته؟ خب با شکلش خوب آشنا شدیم. بله، حالا بریم سراغ نماینده این نشانه قشنگمون، ببینیم که برامون چی دارن آقای حسام تاجبخش که نماینده نشانه ژ هستن. بچه‌ها آماده باشیم ببینیم که حسام جان برای ما چه برنامه داره. حسام جان هر وقت آماده بودی دست بالا کن پسرم. بله، به به. سلام آقا حسام گلم، چه تاج قشنگی رو سرتونه عزیزم. اسم نشانه که رو سرتونه چیه؟ صداش چیه؟ ژ. صداش بچه میتونیم بکشیم ژ. درسته؟ خب من تصویر خودم بگیرم که شما قشنگ برای دوستات اجرا بکنی. باشه؟ بفرمایید. سلام خانم، سلام بچه ها، صبحتون بخیر. مثلا بلندتر بلندتر. سلام خانم، سلام بچه ها، صبحتون بخیر. من امروز اومدم و با تون با یه نشانه جدید آشنا کنم. اجازه خانم خانواده شروع کنیم. بفرمایید. یه اقوی
ای بچه ها، این صدای چی؟ بیگه قد کنید آفرین روزت ببین صدای آجیل اما چه صدای خودت ضعیف شد حسام. من؟ آره آره خب. بچه صدای چی بود؟ صدای آجیل بود. آجیل پلیس. و ما آجیل های مختلف داریم، یه آجیل پلیس و یه آجیل آمبولان. خب اما شده رو بگم؟ بفرمایید هر برنامه دارین اجرا کنین عزیزم. شکل سرسر دارم، در سرم سه نقطه دارم، اول مجدانه اول جاله میام، وسط مجده میام، آخر گاراژ هستم، آخر پاساج هستم. بلی هم جه اومد کدوم شه؟ همون که توی کلمات وسط اونا میاد، وسط اونها میاد، آخر اونها میاد. کدوم کلمات؟ مثل کلمه مژگان، مثل کلمه ماژیک، مثل کلمه ژله. به به آفرین، چقدر خوب خوندی، خیلی قشنگ. حالا یه قصه دارم. بفرمایید. یکی بود یکی نبود، یکی بود یکی نبود، دو تا یه پسر بود یه دختر خواهر بودن. و جلوی تلویزیون داشتم فیلم میدیدم و داشتم ژله میخوردم. رضا و زهوا. بعد یه ها داشتن جیگه هم یه الان میدیدن یه ها تک 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 اومد در خونه اومد، صدای در خونه اومد. من گفت ای رضا بابا چیه؟ با باش. بعد این هم میره و میره در رو با میکنه و میره خالجه اومده. وای و میره چی شده رضا؟ و میره خالجه اومده با سه تا بخچه اومده. وقتی که اومد یهو این رو جنگی بالت خواهشون بازی میکردن، تلویزیون میدیدن. بعد یهو خالش میاد میبینه یه چیزی روشن که آباجور بود. بعد گفت بچه ها گفت بله خالشه. گفت چه ها؟ الان موقع صبح آباجور رو روشن کردیم. بعد گفت اصراف نباید بشه، شبا باید روشن بشه. بله خب. بعد اونا هم گفتن خب چش دیگه تکرار نمیشه. بعد که اینو گفتن بعد دوباره داشتن تلویزیون میدن، یهو میان میبینن که خالش میاد میبینه یهو گل مجمونه شده، پژمرده شده. یه بچه ها گفت بله خالشه. گفت چه تو به این گلدون آب نداری؟ گفت ما آخه حواسم پرت بود به تلویزیون و دیگه تکرار این هم نمیشه. و گفت دیگه تکرار نمیشه، فقط اون سوغاتی داره. بعد گفت ای بل بعد یه ها زهبا میره جلو. وقتی میره جلو زن ناراحت میشه یا همون رضا. وقتی رضا نترس رضا و
برای تمش سوغاتی آوردم. اول سوغاتی زهرا چی بود؟ لباس ژاکت. ژاکت خب بعد یه برای رضا چی بود؟ برای رضا مداد او بود، نه برای ماجیک او بود. گفت اگه تو نقاشی دوست داری برات ماجیک آوردم. ماجیک آوردم. این از این داستان. حالا من این سوال دارم. بفرمایین عزیزم. میگن که من هم مسابقه دارم. مسابقه دارم. میتونم بگم؟ مسابقه بفرمایین. چه مسابقه ای؟ هر کی جمله بگه توش زیاد جه باشه برنده. خب کی میخواد بگه بچه ها؟ بردیا، سراج. خب بین بردیا و سراج فعلا نوبتی دیگه. اول بردیا. مادر بزرگ جاله جاکتش رو دوخت. آفرین. سه تا مادر بزرگ جاله، نه دو تا بود توش، درسته؟ مادر بزرگ جاله جاکتش رو دوخت. خب امیر حسین. بچه سری باید فکرتونو کرده باشین. زود زود زود. صدات نمیاد امیر حسین دوباره. با سیستمی یا با کی مثل دیروز؟ یه بار دیگه صدات اوکی کن عزیزم. خب صحبت کن. امیر حسین صحبت کن. پسر گلم صحبت کن اینم صدات میاد. خب نه صدات نمیاد امیر حسین جان. باز مثل اینکه همون مشکل دیروزه. خب صبر کن حسام جان. ببینم معلم طاهری. فعلا بردیا یه جمله گفته که توش دو تا ژ بوده. ببینیم کی برنده میشه. آقا آرمان. سلام سلام. آرمان جان جملتون رو سریع بگیم پسر گلم. رضا با مامان جاله جاکت را دوختن. آفرین. مال شما هم دوتا داشت دیگه. جاله و جاکت داشت. آرمان هم دوتا داشت توی جملش. خب فعلا تصویر جاله. آبا هم که داشتی صحبت میکردی یه بار دیگه دست بالا کن که بیای. سهامی، رفیقی. منیژه آباجور را در جیان گذاشت. منیژه کجا رفتی؟ وایستا رفیقی. منیژه آباجور را در جیان گذاشت. سه تا. فعلا رفیقی فعلا رکورد زده. خب این رفیقی. آقای کیان. بیژن دست‌های خود را با شوب خود گرم کرد. بیژن دست‌های خود را با شوفاژ گرم کرد. ژله خورد. چی؟ ژله خورد. خب کیان هم سه تا. فعلا رفیقی و کیان برابرن تا ببینیم چی میشه. خب دیگه 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 اشلقی و کسایی. سلام. خب سلام عزیزم. و جاله منیجه با هم ژله خوردن و صدای آژیر آمد. اوه پنج تا شد. بله بله. اوه بیژن و منیژه و ژاله با ماشین نقاشی کشیدن و آباژور را روشن کردن. پنج تا. آفرین. هر دو مساوی. خیلی خوب.
خب 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 باری کلا پسرای خلاق حق نژاد و زاکر اصفهانی. سلام. مال شما هم سه تا بود؟ مال من هم نیلا و منی. آله چطوری؟ محمد علی یه بار دیگه جملت رو بگو، آخه اولش صدا ضعیف بود. تو من یادم میاد حق نجات بگو. جاله و منیجر و پجمان چند جاکت و چند ماجیک از این پاشاج خریدند. ششتا فعلا رکورد زد. فقط محمد مهدی ج نیست، ژ بگو. ژ ژ ماجیک ژله جاکت. خب 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 محمد علی چی شد؟ واحدی هم هست. خب حق نژاد تالا رکورد زده. آبدی سلام. محمد سب کن محمد علی فکر کنم سه تا بود توی جملش. ولی من شش تا بود. یک دو سه چهار پنج. محمد محمد جان دقیقه وایسا. محمد علی یه بار کامل و بلند جملت رو بگو، صدات خیلی ضعیفه. جاله جیلا تروژان خب جاکت و جیلا بله شش تا آفرین. خب فعلا زاکر اصفهانی و صدرم. خب محمد بچه ها بهتون تصویر میدم، صبر کنین دوستتون جمله شو بگه. محمد شمایی جاله و جیلا با و بیجن بیجن به باجیان به مسافرت رفتند و در آنجا ژامبون و ژله خوردند. شیشتایی بود مال محمدم. فعلا سه نفر در صدرن. خب صدر واحدی بیاد، محمد تاها نظری هم بیاد. لبت چی شده عزیزم؟ خوش شده بود. آخه چربش کن زود خوب شه. خب چرب کردم. خوب کاری کردی. خب جمله تو بگو. جاله و منیجر با ماجیک و گواش یک جاکت کشیدم و روی سفال خوش کردن. آفرین. چشتایی آفرین. درسته نظری؟ بله. چشتایی. ساعت راجر تصویرت نمیاد عزیزم، برو بیرون دوباره بیا. خب دیگه سیمینپور. کیان جان صدات نیومده پسرم، صدات رو تایید کن. کیان صدات نمیاد عزیزم، صدات نمیاد. خوشگله. یه بار دیگه تایید کن صدات رو. خب خارج شو کیان. خب صدرا اومد. صدرا جانم بیا عزیزم. آقای داور یادته کی از همه بیشتر گفته بود دیگه؟
بله باریکلا. خانم من یک چیزی بگم. سیمین پور خب سیمین پور بگو ببینم جملتو. بازم صدات نمیاد که. تایید کن تایید. ببین صدات قرمز هنوز. تایید کن. خب کیان جان نمیدونم چرا صدات نمیاد عزیزم. باراد بیا شما. واحدی هم تصویر و صداش اوکی نمیشه چرا؟ خب بارا ژاله ژینوس بیژن منیژه جامبون را روی شوفال گذاشتن و گم کردند و گم و خوردند. آفرین ششتایی ششتایی آفرین. من نمیدونم یه بار دیگه به سیمین پور صدرا جان من بار دیگه به واحدی و سیمین پور تصویر میدم. بچه ها دوباره تصویرتون نیومد دیدین ادامه داره با مدرسه تماس بگیرین که مشکلتون حل بشه. من با مادرم به پارک و به پارک پلیس رفتیم و بازی با دوستان و با دوستان امیرعلی بازی کردم. تفریح خوبی داشتم و دوستش دارم. خیلی تفریح خوبی و دوست داشتی دارم. خیلی جملت خیلی قشنگ بود عزیزم. ولی ما داریم جمله میگیم که توش نشانه جدیدمون باشه. حسام چه نشانه رو برای این چیز دیگه از جمله ژله خوشمزه من دوست داشتم و عاشقش بودم و مادرم برای من درست کرده بود و زیبا و درخشان و سیگه این درست این دیگه زیاده. آفرین عزیزم. چند تا بود توش؟ سه تا بود درسته؟ نه هفت تا بود. نه هفت تا بود حسام. آقای داور ده تا بود. نباید درزنی کنیم دیگه درسته؟ ببینم واحدی یه بار دیگه خارج شو اگه درست نشد دیگه با مدرسه تماس بگیر. خب آقای داور زود سریع بگو ببینیم کیا بودن که از همه بیشتر کلمه مثال زدن. کلمه مثال زدن باراد. بچه من تصویر خودمو بگیرم. ایلیان میخواد بگه. بذاریم ایلیان بگه. ایلیان بگه. بچه دیگه وقتمون تمومه. دیگه وقتمون تمومه. ایلیان بگه دیگه آخریشه. ایلیا بگو. آره من هم منیژه به همراه روژان و منو و ویژن به همراه ژیلا به پاساژ رفتند و پنج ژاکت و ژله
خریدند. خانم پریده بیرون؟ بله. بچه ها بیکنه سر سر چیز باید بخونی تو جه 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 من بگو بخون برای بچه تو بیکنه هم تو خانم بیاد جه 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 اومد کدوم جه کدوم جه همون که توی کلمات اول اونها میاد وسط اونها میاد آخر اونها میاد کدوم کدوم کلمات مثل کلمه جاکت مثل کلمه مژگان وای 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 چه زیبا وای 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 چه زیبا وای حالا نشانه ژ شبیه چه نشانه های دیگه نشانه زیبا نشانه زیبا ز ژ اینا رو بسازونده به اینجوری بعد بگید ژ کدومه؟ همون که چی؟ همون که توی کلمت اول وسط اون ها میاد آخر اون ها میاد کدوم کدوم کلمات؟ مثل کلمه ماژیک مثل کلمه یه مژگان همش به مژگان گیر دادی آباژور آباژور آژیر مثل کلمه یه باد شعر تو بخونی بچه صدای منو دارین؟ بله خب ببخشید من نمیدونم چرا نتم قطع شد فکر میکنم فقط از طرف من بود یهو آنتنم رفت کلا خب داشتیم اعلام میکردیم آها ببین صدران اومد ببینیم که صدرا جان میتونه تصویر بدیم بهش که جملهشونو بگن صدرا تو که هیچ وقت مشکل نداشتی چرا این دفعه داره اذیت میکنه نت همش به خاطر اینترنته همش تقصیر این اینترنته حسام میبینی ایداده بیداد خیلی خوب صدرای گلم یه تماس با آقای کنشلو یا آقای چاردری بگیر باشه چون صدا تصویر اصلا نمیاد خانم معلم خب حسام اعلام کنیم خانم معلم من اول یه نه اول اعلام کنم بعدم من اول اعلام برنده شده بارادم یونجاد باراد بذاری من این موسیقی
تشویقم پخش بکنم که تشویقشون کنیم دیگه. خوبه؟ خب بذار ببینم تشویق. خب پیدا کردم. خب آقای باراد امیری نژاد دیگه و کی؟ و ایلیا. باراد و ایلیا و محمدی حق نژاد. حق نژاد؟ بله اینو برنده شدم. ایلیا اسمتی؟ هفت نشانه رو گفتن. خب. چون من بیشتر نمیتونم تصویر بدم فعلا این دو نفر تشویق بشن. آفرین. خب خانم اسمتی هم بیاد بذار اسمتی هم تشویق کنی. خب آفرین. خب مرسی حسام که یه مسابقه خیلی خوب برای دوستات ترتیب دادی، دوستات لذت بردن، مرسی. خب بفرمایید. حالا معلم آخر پایانمه. میخوایم شعر رو بخونیم. همون شعر ژ. شعر ژ. شعر ژ بخون. شکل زوزور دارم، در سرم سه نقطه دارم. اول مژده میام، جاله میام، وسط مژده میام، آخر گاراج هستم، آخر پازاک هستم. کیا دارن؟ جه دارن. اسم از دوتا از دوستات که جه دارن هم بگو. آقای آفرین باراد کلان امیر نژاد چون جه داره و محمدی بعد که تیه فامیلشون نشانی دارن این دو نشانی جه دارن. امیری نژاد دیگه یه بار دیگه دوست نشنیدن. امیری نژاد دیگه محمد مهدی حق نژاد. خب بذاریم این تصویر باراد اصلا نایمد. حواد آره اومده تصویر باراد اومده. پس چرا من نمیبینمش؟ خب اومد برای منم. بچه ها نت من امروز خدا رحم کنه. خب به افتخارشون بچه ها. باراد امیری نژاد و محمد مهدی حق نژاد. خب دیگه نداشتیم آقای نماینده؟ نه. خب خاله معلم من بله و از دوستانم تشکر میکنم و که گوش کردن. من شما و منتون تشکر میکنم. خیلی ممنون. خسته نباشی. خیلی برنامه خوبی بود، مخصوصا قسمت مسابقه. مرسی عزیزم. خسته نباشی پسرم. از مامان تشکر کنین از طرف من. خب بچه ها دستا پایین دیگه، مسابقه تموم شد دیگه. دستا پایین لطفا. خب بریم ببینیم که نشانه جدیدمون کجای ساعت چند شد؟ 9:08. خب کجای خانه الف با قرار میگیره و همسایه کدوم یکی از این نشانه هاست؟ رادین من به شما تصویر میدم بعد از اینکه پاورم آوردم. خب شما باید حدس بزنی که این نشانه همسایه کدوم یکی از نشانه ها در خانه الف با هست. باشه رادین. رادین آماده باشی. یا خب نگاه کن رادین، نشانه ژ آماده نشسته که بره توی خانه خودش بشینه. خب یه ببینم عزیزم. سلام. سلام قشنگم. خب خانم معلم من توی من سوال نکردین توی نشانه من بگم. آخه دستتو بالا نکرده بودی.
آخرش که دیگه دستم بالا بود. آخرش که دیگه برنده ها رو اعلام کردیم دستتو بالا کردی، باید زودتر جمله می ساختی. حالا دفعه بعد باشه. خب رادین حالا بگو ببینم نشانه ژ کجا بره بشینه؟ به نظر شما همسایه کدوم نشانه است؟ فکرم همسایه پایین ز فکر کنم. پایین ز بریم ببینیم. یک دو سه بگو. یک دو سه بره ببینم کجا میشینه. سه بچه ها اشتباه رفت نشست، باید یه خونه میومد پایین تر، درسته؟ بچه ها ببینید الان نشانه جی من اشتباه رفت نشست، باید یه خونه بیاد پایین تر کنار همسایه اس باشه. اشتباه رفت نشسته، باید بیاد کنار نشانه اس بشینه، همینجوری که رادین گفت میخواست ما رو گول بزنه رادین فکر کنم، ولی ما متوجه شدیم، درسته؟ آفرین رادین، برای خودت دست بزن. باریکلا. خب بچه ها بریم با هم دیگه، خب خوبه وقت داریم، بریم با هم دیگه ترکیب نشانه ژ رو بیاریم، با هم یاد بگیریم تا حالا وقت هست. چند تا از ترکیباشو با هم تو دفتر باسوادیمون بنویسیم. دفتر و مدادتون رو بذارید کنار دستتون. خب بچه ها چرا بعضی هنوز دستاشون بالاه؟ رفیقی، مخلق آذر، دستا پایین؟ مرسی، ممنون. خب علی عرفانی، روی یه بال پروانه یکی از حروف نشسته، بگو ببینم میشناسیش؟ بچه ها تو نوشتار ژ که مشکلی نداریم. بچه ها کسی تو نوشتن ژ مشکل داره من درس بدم نوشتنشو؟ مخلق آذر. علی جان من دوباره به صدا تصویر میدم. خب بچه ها ببینید نوشتن نشانه ژ مثل نشانه ز هستش دیگه، نشانه ر هست، فقط بالاش سه تا نقطه داره، نگاه کنی ببینی. وقتی که میخوام بنویسم مثلا کلمه ژاله اول ژ داره، درسته؟ میخوام بنویسم ژاله. بچه ها برای نوشتن کلمه ژاله دستمو میارم بالای خط، مثل نشانه ر، مثل نشانه ز مینویسم، سه تا نقطهشم بالای سرش میذارم. حالا که داریم نوشتنشو یاد میگیریم بیاییم کدشم یاد بگیریم. بچه ها سه تا ماشین هستن که وقتی که میخوان توی خیابون حرکت کنن آژیر میکشن. اون سه تا ماشین چیه؟ بذار ببینم. آقای یوسفی، خب راستین جان سلام عزیزم. بله. خب راستین جان بله. اون سه تا ماشینی که وقتی تو خیابون میخوان حرکت کنن آژیر میکشن کدومان؟ چه ماشینایی تو خیابون آژیر میکشن؟ اورژانس یکیش. بله. پلیس. آفرین آفرین، برای خود دست بزن.
باریکلا. بچه همینجور که دوستتون راستین گفت بچه ها سه تا ماشین هست، ماشین پلیس، ماشین آتش نشان و آمبولانس یا اورژانس. بچه ها وقتی که میخوان برن به محل حالا آسیب دیده یا بیمارشون برسن آژیر میکشن. پس بچه ها این سه تا نقطه باشه آژیرای این سه تا ماشین. یکیش برای کیه؟ پلیسه. یکیش برای آتش نشانه، یکیش هم برای آمبولانس یا اورژانسه. پس یادمون باشه این سه تا ماشین